ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 28 دی ماه اعلام کرد که سایت‌های موشکی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران را مورد حمله قرار داده و 14 موشک آماده شلیک برای منهدم کردن آنها هستند. و همچنین در بیانیه دیگر منتشر شده که ساعت 11:50 چهارشنبه شب 27 دی ماه به وقت صنعا نیروهای تحت فرمان ستاد فرماندهی مرکزی به 14 موشک حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که برای شلیک از مناطق کنترل خود بارگذاری شده بودند حمله کردند. در این بیانیه تصریح شده است که این موشک‌های آماده پرتاب تهدیدی قریب الوقوع برای کشتی‌های تجاری و نیروی دریایی آمریکا در منطقه بودند. در برنامه چشم‌انداز این هفته در خدمت آقای حمیدرضا شالگونی از فعالین سیاسی شناخته شده هستیم که بحثی رو در مورد جنگ یمن و علل عموم ناآرامی‌هایی که در منطقه هستش به بحث و گفتگو بپردازیم. آقای محمدرضا شالگونی به برنامه چشم‌انداز خوش آمدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون، زنده باشید. خیلی ممنونم. آقای شالگونی، ابتدا خیلی دوست دارم در مورد تاریخچه شکلگیری این نیروها، منظورم نیروی حوثی ها هستش، که چگونه شکل گرفته، در این رابطه بیشتر برای ما و بینندگان توضیح بدین. ببینید، مسئله یمن از لااقل چیز اخیرش رو در نظر بگیریم، از بهار عربی در اینجا حرکت های اتفاق افتاد به اصطلاح در علیه اون رئیس جمهور وقت صالح بود، اسمش به اصطلاح علی عبدالله صالح و اینا، که یک آدم خیلی فاسد و اینا بود و اینا. شورش هایی که اتفاق افتاد در به اصطلاح بهار عربی، واقعیت اینه که در یمن خیلی گسترده شد و دوام پیدا کرد و در واقع علی عبدالله صالح رو عملا در موضع تدافعی انداخت و بعد از اون جریان‌های مختلف اپوزیسیون با هم متحد شدند. در جاهای مختلف رهبری در کشورهای دیگر عربی رهبری خیلی منسجمی نداشتند. اونهایی که در واقع اعتراض کردند علیه به اصطلاح حکومت‌های وقت و اینها، از تونس گرفته تا مثلا مصر و غیره و غیره، ولی در یمن نه اینکه به اصطلاح نارضایتی و فساد و مسائل گسترده به اصطلاح قبیله‌ای و اقتصادی و نمیدونم مذهبی و اینها وجود داشت، خانه‌ها این مسئله خیلی دوام پیدا کرد و علی عبدالله صالح هم خیلی کش داد، مثلا حاضر نشد که به آسانی به اصطلاح بره کنار و اینها، ای به اصطلاح موافقت کرد که میره، آره حاضره که مثلا این آخرین دورهش باشه، یا بعدا توافق کرد که استعفا بده، بعد دوباره دبه در آورده اینا. خود اینها اصلا مسئله رو خیلی حاد کرد. در این رابطه اون جریان حوثی ها که به اصطلاح یک به اصطلاح شیعه های زیدی هستند، که اینها به اصطلاح نقش شورش بزرگی رو در واقع مخصوصا در بعد از این چش و گوس های زیادی که اتفاق افتاد در 2015، در واقع شورش بزرگی رو در شمال یمن شروع کردند و عملا در واقع صنعا رو در گرفتن، پایتخت به اصطلاح یمن رو، و بعدا گسترش پیدا کرد حرکت به جاهای دیگه. واقعیت اینه که جریان مذهبی که در یمن وجود داره تاریخچه طولانی داره نسبتا، مثلا از زمانی که در واقع در یمن اون جریان امام یمن و فلان از بین رفت و اینها، در دوره جمال عبدالناصر و اینها یک کودتا شد و این داستانها، بعد از اون جریان‌های مختلفی پا گرفتن ولی عملا همه‌شون به شکست انجامیدن. مسئله عربستان سعودی و فشارش و نفوذش هم تأثیر داشت. منتها مسئله ای که اسلامی هایی که حالا در یمن میبینیم با جریان های اسلامی که فعالان اسلامی بنیادگرا به اصطلاح
سابقه طولانی دارن. اینا در از جنگ افغانستان و اینها اصلا فعال شده بودن، یه عده رفتن علیه شوروی مبارزه بکنن در بسلا افغانستان، و اونا از اون عرب های افغان که از مصر و جاهای دیگه هم رفته بودن، از یمن هم خیلی زیاد بودن، بعضی هاشون از اونها بودن، اون عرب های افغان میگم بهشون. بعدن در جریان اینها حوثی ها، نه اینکه شیعه هستن، اکثریت جمعیت هم سنی هستش در یمن. یمن یک کشوریه که از لحاظ اقتصادی و بسلا توسعه یافتگی و فلان یک کشور بسیار فقیریه و حدود نزدیک به 33 میلیون جمعیت داره و قسمت اعظم جمعیت در روستاها هستند. در واقع دو سوم جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند و اینها. بعد در رابطه با این ماجرا طبیعیه که این فشارها و اینها خیلی وضعیت رو حاد میکنه برای مردم، و این اسلامی ها مدام تقویت شدن در جریان اسلام. این ضمناً شیعه ها چون در اقلیت هستن، زیدی هستن، زیدی ها اون بخشی از شیعه ها هستن که به اسلام پنج امامی هم میگن بهشون. در واقع زید پسر امام زین العابدین، چهارمین امام شیعه بوده دیگه به اسلام، هستش که علی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، علی ابن علی ابن علی به اصطلاح حسین، بعد زید ابن علی که پسر زیده. در واقع زید برادر امام محمد باقر، شیعیان دوازده امامی و اینها هم هستند و اینها. از لحاظ فقهی و اینها زیدی ها به لحاظ فقهی و چیز به سنی ها، مخصوصا به شافعی ها فلان خیلی نزدیکتر هستند. منتها مسئله این نیست که اصلا اینا این چیزو دارن، ارتباطاتی که دارن، فشارهایی که میاد، ضمن ساختار قبیله ای همچنان در یمن زیاد هستش، همه اینها موجب میشه که در واقع یک جنبشی به وجود بیاد و جریان های دیگری به انهای مختلف ساخت و پاختهایی کردند و اینها. و ضمن یمن میدونید که دو قسمت بود، قسمت شمال یمن که همون که بسلا یه جمهوریش تشکیل شد در زمان دست از دهه بسلام 70 و فلان و اینها، یعنی چی هستش، از اواخر دهه 60 و عربستان سعودی معمولا از اون امام های زیدی دفاع میکرد، مصر عبدالناصر از اون جمهوری خواها دفاع میکرد و اینها. همه اینها رو در نظر بگیرید، واقعیت اینه که اون ساختارهای قبیله‌ای هم مدخلیت دارن، علاوه بر چیزهای مذهبی اینا هم مدخلیت دارن. ضمناً به اصطلاح کشف نفت و گاز در مناطق مختلف یمن باعث شد که به اصطلاح اینا هم یه تحرک بیشتری پیدا کنن، نه فقط حوثی ها، کلن جریان های اقتصادی یمن و فلان قبائل و اینها. و یه مسئله ای که هستش، با فروپاشی شوروی اون جنوب یمن و شمال یمن، جنوب یمن که جمهوری دموکراتیک یمن تشکیل شده بود و در واقع خودشون رو کمونیست میدونستند و اینها و به اصطلاح شمالی ها، یواش یواش به هم به سمت یمن متحد پیش رفتن، چون یمن شمالی در واقع مستقل بود، هیچ وقت مستعمره نبوده. یمن جنوبی جزوی از متصرفات به اصطلاح انگلیس بود، امپراتوری بریتانیا بود، که بعد از سال 67 که میخواست از منطقه خلیج فارس و اینها بره بیرون، به اصطلاح اینها رو سعی کرد که به اصطلاح تقویت کنه. و در عدن یه مسئله چیز مهمی بود از نظر اقتصادی و از نقطه نظر سوق الجیشی استراتژیک و اینها خیلی مهم بود. و مسئله ای که به اصطلاح حوثی ها رو تقویت کرد این ماجرا بود که چیز صالح رفت بعد از 11 سپتامبر حتی به اصطلاح جورج بوش و فلان که محکوم بکنه اون جریان 11 سپتامبر و فلان و اینا، منتها بوش و فلان دولت بوش به اینا فشار آوردن که اینها کافی نیست، بایستی نمیدونم بل بکنید و اینها رو خیلی به اصطلاح شکننده تر کردن. بعدن هم این علی عبدالله صالح سعی کرد که به اصطلاح سیستم اقتصادی بازار آزاد و اینها رو به اصطلاح تقویت کنه، از به اصطلاح بانک جهانی و اینها پول بگیره و اینها، خود اینها هم اقتصاد به اصطلاح
یمن رو که شکننده بود شکننده تر کرد، عملا آسیب زیادی زد به این. مجموعه اینها را در نظر بگیرید، واقعیتی که وجود داره حوثی ها یک جریان شبه مذهبی هستن، به شدت هم خطرناک هم. مثلا همین الان در خبرها اومده که میخوان یکی از فعالان به اصطلاح جنبش زنان رو که در یمن به اصطلاح فعال برای به اصطلاح حقوق زنان مبارزه کنه محکوم به اعدام کردن، میخوان تیرباران بکنن در به اصطلاح میدان صنعا و فلان، اینها در ماه فوریه و اینا. یه چیزهای خیلی خشنی هستن، یعنی از جمهوری اسلامی مثل چنین چیزی هستن یعنی اینا. منتها بعد از صالح که این معاونش در واقع چه بود هم چیز عبدالربه به اصطلاح عبدالربه اسمش یادم رفت و اینا، که این رئیس جمهور شد، منتها خود اون هم در مقابل اینها نتونست وایسته و گذاشت فرار کرد و عربستان سعودی از اون حمایت میکنه. همین الان هم اونا یه جریانی دارن، منتها مرکزشون در خود عربستان سعودی، اینا جریان مستقل. این قسمت اعظم خاک یمن رو هم حالا در تصرف اینها هستش، اصلا حوثی ها فلان و حمایتی هم دارند و فلان و اینا دیگه. جریانی که وجود داره اون عبارت از اینه که در واقع یک جریان ضد آمریکاییه و از اول هم اینطوری بوده، چون به اصطلاح چیزهای اسلامی و فلان رو تقویت داره. حالا هم که مسئله فلسطین مطرح شده و اینا، از اونم میخوان استفاده کنن. ضمناً حالا میخوان که با همون حکومت عبدالربه که اون عبدالربه هم استعفا داده، یک شورای ریاست جمهوری به اصطلاح چیز وجود داره که مرکزش در عربستان سعودیه، اینا میخوان سازش بکنن. اینها از طریق این نوع عملیات و فلان میخوان موقعیت خودشون رو تحکیم بکنن و در واقع امتیازاتی بگیرن از آمریکا و اینها، و در ساختار قدرت به اصطلاح یمن که بعد از توافقا صورت خواهد گرفت و اینها جایگاه محکمی داشتن. اصل ماجرا اینه در واقع. بله خیلی ممنونم برای توضیحات کاملتون. ولی خب متاسفانه خاورمیانه هیچ موقع روی آرامشی رو به روی خودش ندیده و جنگ های پی در پی رو ما اونجا شاهد بودیم. مثلا همین چند وقت پیش جنگ دوباره غزه و اینا شروع شد. آیا احتمال این می رفت که بعد از جنگ غزه و اسرائیل مجدداً جنگ یمن شروع بشه؟ جنگ یمن که به اون صورت نمیتونه شروع بشه. ببینید که عربستان سعودی با اینها که جنگ سالها طولانی به صورت فرساینده، عربستان سعودی به کمک اون عبدالربه که اونها رو مثلا رئیس جمهور به اصطلاح قانونی اونه فلان و اینها به اصطلاح حمایت کرد و اینها، منتها جنگی که صورت گرفت و اینها 7 سال یا 8 سال ادامه یافت به صورت فرسایشی، عملا عربستان سعودی نتونست کاری بکنه. و طبیعیه که حوثی ها هم سعی کردن که چون شیعه هم هستن، ضمناً حوثی ها رو همین زید ابن علی رو که امام به اصطلاح پنجم حوثی هاست، از نظر به اصطلاح شیعیان 12 امامی هم جزو شهدای شیعه هست دیگه، برادر امام محمد باقر بوده و فلان و اینها. جمهوری اسلامی هم مخصوصا در دوره خامنه ای سعی کرد که از اینها استفاده بکنه برای به اصطلاح گسترش اون نفوذش در منطقه و مخصوصا درد سر درست کردن برای اینها، چون اون موشک هایی که اینها دارند و اینها همهشون رو میبینید دیگه در خبرها و اینها هم از که جمهوری اسلامی میده دیگه اینا، حتی به اصطلاح آموزش میده به اینها، آموزش دادن آوردن در ایران، آموزش دادن به خیلی هاشون فلان اینا، از نظر نظامی تحرک زیاد دارن. متعاقب در مقابل آمریکا و اینها نمیتونن وایستند و اینا. مسئله که هستش اینه که یمن یک در یه منطقه حساسیه، همه به اصطلاح راه های تجاری دریایی که بین شرق آسیا و جنوب آسیا، شرق آسیا و اروپا اتفاق میفته، بایستی از دو تا مسیر، دو تا به اصطلاح تنگه بگذره دیگه. یکی تنگه باب المندب هست که در جنوب دریای سرخ، یکی در کانال سوئز که در شمال دریای سرخ، که تا میرسه به مدیترانه و کشورهای اروپایی و اینا. اگر این راه بسته بشه،
در واقع بایستی کشتی ها تمام آفریقا رو دور بزنند و هزینه های اصلاح تمام کالاهایی که مثلا در بین این دو طرف به اصلاح اروپا و آسیا به اصلاح صورت میگیره چند برابر میشه دیگه. اینا مسئله حساسیه. این امتیاز بزرگی به حوثی ها میده و میبینید که در به واسطه حملاتی که به اصلاح چیزهای وحشیانهی که در واقع اسرائیل در غزه کشتار وسیعی که راه انداخته، تمام افکار عمومی عربی رو در واقع تحریک کرده. درسته دولت‌های عربی کار خاصی نمی‌کنند، ولی افکار عمومی عربی به شدت برانگیخته‌اند و اینها ناگزیر هستند که اینا رو رعایت کنند. حتی می‌بینید که مثلا در محکوم کردن به اصلاح حوثی‌ها که راه رو می‌بندند و فلان، عربستان سعودی، حتی امارات متحده عربی و فلان به این ائتلاف آمریکا و بریتانیا و اینها نپیوستن. تنها کشوری که خیلی به اصطلاح چاپلوسانه به اون پیوسته، البته نیروی نظامی و قابل توجهی هم نداره، بحرین، که خواسته به اصطلاح اونجا بگه ما هم هستیم و اینا. اینا آسیب پذیر میکنه دیگه به اصطلاح چیزها رو، وضعیت و حوثی ها رو در افکار عمومی کل عرب ها برجسته میکنه. این خیلی مهمه براشون که یعنی مدافع به اصطلاح ناسیونالیسم عرب هستن، از فلسطینی ها دفاع میکنن و از این چیزا. خیلی ممنونم. خب به نظر شما مواضع اروپا چه خواهد بود؟ همونطور که ما میدونیم خب بالاخره دولت‌های اروپایی از جمله دولت آلمان ساپورت کننده سلاح و ادوات جنگی بسیاری از جنگ‌ها بوده. خب فکر می‌کنین آیا چه موضعی خواهند گرفت در قبال جنگ یمن؟ واقعیت اینه که جنگ یمن حالا به اصطلاح ارتباط پیدا کرده و گره خورده با جنگ در اصطلاح فلسطین اشغالی، یعنی مثلا اون قسمتی رو که به اصطلاح امروز شنیدید دیگه در خبرها که نتانیاهو گفته اصلا حتی بعد از جنگ هم استقلال کشوری به نام فلسطین رو، کشوری به نام فلسطین رو نخواهد پذیرفت. این در افکار عمومی عرب ها خیلی نقش مهمی داره. قله در واقع ناسیونالیسم عربی، توجه داشته باشیم که مسئله فلسطینه، افکار عمومی عرب ها را میگه و افکار عمومی عرب ها مهم هستن. توجه داشته باشید که بالای 400 میلیون نفر عرب وجود داره. دقت بکنید، حالا اسلامی ها رو اینها رو ول کنید، همین خود عرب ها را در نظر بگیرید. مسئله فلسطین رو اینطوری له و لورده کردن و اینها ناسیونالیسم عربی رو تحریک میکنه و به اصطلاح حوثی ها از این فرصت استفاده میکنن که در واقع خودشون رو مدافع عربیت العروبه نشون بدن دیگه. این خیلی مسئله مهمیه براشون و من به نظرم از این نظر موفقم هستم. منتها ماجرایی که وجود داره اینه که اونها را کوبیدن اونها برای آمریکا و اینها خیلی خیلی مهمه، به اصطلاح خیلی خیلی آسونه. مسئله که هستش اروپا مخصوصا افکار عمومی در کشورهایی که دموکراسی وجود داره، دولت ها نمیتونن کاملا به افکار عمومی بی‌اعتنا باشن، در حالی که مثلا آلمانی ها، دولت آلمان در واقع به خاطر اون جنایاتی که هیتلر در مورد یهودی ها کرده و اینها، همچنان در مورد مسئله اسرائیل و فلان خیلی خودش رو متعهد به دفاع از اسرائیل میدونه، ولی طوری وضعیت طوریه که نمیتونند به اصطلاح تا ابد این قضیه رو ادامه بدن که مثلا اسرائیل به کشتار وسیعی دست بده. مثلا حالا عملا 80% تمام خانه های غزه نابود شده است، مثلا 2.5 میلیون به اصطلاح فلسطینی در اونجا به اصطلاح آواره هستند، اصلا حتی برای غذا و آب و دارو و فلان هیچی ندارند و اینا. دقت بکنید، این باعث میشه که کشورهای اروپایی هم نتونن زیاد دیگه پی این ماجرا رو بگیرند و اینا. آمریکا به لحاظ این که به هر حال متعهد هست به چیز اسرائیل یا موجودیت اسرائیل و فلان و اینها، کارت سفیدی میده، ولی میبینید که حتی بایدن به انحاء مختلف فشار میاره به نتانیاهو و اینها که به اصطلاح
دیگه بشه دیگه، کشتار نکنید و اینها. دیدید که بلینکن هی میره میاد و فلان و اینکه نه نبایستی غیر نظامی ها کشتار بشن، بایدی بتونن فلان بکنن بهمان بکنن. منتها در وضعیتی که وجود داره کشورهای اروپایی، حتی مثلا فرانسه که بیشترین یهودیان اروپا در فرانسه هستن از نظر جمعیت و اینها، حتی فرانسه و اینها هم تردید دارن که آیا میشه این چیز رو ادامه داد و فلان. و موضع گیری هایی رو که ببینید اروپا نمیتونه، چرا؟ افکار عمومی تعیین کننده میشه دیگه. بعد از یه حدی که بگذاریم در تمام به اصلاح کشورهایی که به هر حال امکان اظهار نظر برای مردم وجود داره، این رو نمیشه برای همیشه ادامه داد. حتی یهودیان نیویورک رو، یعنی بزرگترین شهر یهودی نشین آمریکا، یادمون باشه نیویورک، یهودیان نیویورک مثلا نسل جوان یهودیان دیدید در اعتراض به نتانیاهو و اقداماتی که کشتار و فلان میکنن تظاهرات را میندازن دیگه، اینها رو نمیشه نادیده گرفت و اینا. بنابراین که من فکر کنم در اروپا به طریق اولا نمیشه اصلا این وضعیت رو همیشه ادامه داد و اینا. از این موقعیت حوثی‌ها استفاده میکنن، جمهوری اسلامی هم که در واقع از طریق دیگه نمیتونه هیچ ابراز وجودی بکنه، از این طریق در واقع از طریق کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها و اینها سعی میکنه که به اصطلاح خودش رو مطرح بکنه. این مسئله یکی چیزی هستش. منتها اروپا و آمریکا کارت سفیدی که دادن به اسرائیل نمیتونه این ادامه داشته باشه، یعنی مجبورن زیر فشار افکار عمومی به اصطلاح یک فشارهایی بر نتانیاهو بیارن. حتی در خود اسرائیل هم اگر در واقع به اصطلاح انتخابات بشه، این وضعیت فوق‌العاده برداشته بشه، احتمالا نتانیاهو کنار گذاشته میشه به خاطر پرونده هایی که داره و اینها. نه اینکه مثلا اسرائیلیا چون ضربه خوردن که ضربه بی سابقه ای بوده در خاک، هیچ وقت اسرائیل چه این ضربه ای نخورده بود و اینها، مثلا خواهان این هستن که به اصطلاح انتقام بگیرند و فلان اینا. منتها واقعیت اینه که مسئله هفته اکتبر نشون داد که اسرائیل نمیتونه فلسطین رو نادیده بگیره، چیزیه که نتانیاهو همچنان ادامه داد میده و میخواد که اصلا بگه فلسطینی وجود نداره در واقع. این چنین چیزی نمیتونه دوام پیدا کنه. بله آقای شالگونی، خب بالاخره نقش جمهوری اسلامی در منطقه بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه در یک سال اخیر ما حداقل شاهد بی‌ثباتی سیاسی و وضعیت اعتراضات رو در ایران شاهد بودیم، از لحاظ اقتصادی وضعیت چندان مناسبی هم نداره. فکر میکنین و یا تحلیل شما در مورد نقش جمهوری اسلامی در جنگ یمن و نارامی هایی که اونجا هستش و حتی در اسرائیل و غزه، نقشش رو چگونه تحلیل میکنین؟ بدید که جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی هم همین هفته اکتبر ماجرای بزلا حمله اسرائیل به غزه و اینکه جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه بکنه، خودش اون سیاست به اصطلاح ضد اسرائیلی جدا تقویم گذاشته بودن که چقدر از عمر اسرائیل مونده و فلان و اینا. این واقعا تناقض این رو قشنگ نشون داده. دیدید که بلافاصله بعد از حمله حماس به اسرائیل که اون اقدامات در هفته اکتبر انجام داد، هفته سپتامبر انجام داد و اینها، بعد از اون خامنه‌ای خودش شخصا اومد با یک صراحت خیلی آشکار گفت ما اصلا خبر نداشتیم حتی که اینا میخوان این کار رو، به ما نگفته بودن، ما حمایت میکنیم البته از اونها فلان اینا، ولی ما نیستیم که میکنیم. و میبینید که اسرائیل داره به اصطلاح آدمهای وابسته و یا نزدیک به جمهوری اسلامی رو در لبنان، در سوریه فلان میزنه و جمهوری اسلامی نمیتونه کاری بکنه. حداکثر کاری که میکنه مثلا موشک میفرسته، علاقه موشک هایی که اصلا مثلا به کردستان عراق مثلا، یا مثلا به پاکستان که دیگه واقعا چیز وحشتناکی بود که خود اینها اصلا باعث شد که پاکستان واکنش تندی نشون بده دیگه، اینا خودشون هم افتادن به اصطلاح تناقض، این چه کاری بود که ما کردیم و اینا. یعنی واقعیت ماجرا اینه که
این تبلیغات ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی به یک بنبست آشکار برخورده. حالا جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع نیروهای حامی خودش رو در واقع راضی نگه داره، سعی میکنه که به اصطلاح روی خودش رو سر راست نگه داره دیگه، به اصطلاح خودش رو نشون بده که همچنان از مسئله فلسطین و اینا دفاع میکنه. منتها خیلی روشنه که اینها دیگه نمیتونن این سیاست مربوط به اسرائیل و فلسطین رو به این صورت ادامه بدن. چرا؟ به این خاطر که دیدید که مثلا حتی حزب الله لبنان عملا کاری رو نمیخواد بکنه. دیدید که مثلا سخنرانی هایی که تا به حال کرده سید حسن نصرالله فلان و اینا، عملا در واقع میخواد بگه ما هم هستیم پشت سر شما فلان و اینا، ولی به ما مربوط نیست، ما وارد جنگ نمیشیم، چون میدونن که وارد جنگ بشن با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهند شد و اینها. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی از نظر اعتبارش در بین عرب ها، در بین فلسطینی ها و اینها ضربه بزرگی دیده، و حتی این هارت و پورت هایی هم که میکنه برای اینه که نشون بده که نه ما از شما حمایت میکنیم، ولی عملا به اصطلاح فقط تصدیحاتی که داده، آیا اینها میتونن به اصطلاح ادامه پیدا بکنن یا نه، اون محل سواله. مثلا توجه داشته باشید که ضمناً حوثی ها برخلاف حزب الله اینا وابسته به جمهوری اسلامی نیستن کاملا، از اونها کمک میگیرن، ولی از لحاظ مذهبی و اینها دولت مذهبی دیگه جمهوری اسلام، اونا هم مذهبی هستن. اینا دو تا فرقه مذهبی شیعه هستن، درسته، ولی با هم دیگه فرق آشکاری دارن دو اینها. و حوثی‌ها در واقع در اقتصاد یمن نازیدن با عربستان سعودی هم به نحوی کنار میان. من فکر میکنم که تناقض سیاست به اصطلاح منطقه جمهوری اسلامی در این جریان مخصوصا در رابطه با مسئله غزه آشکارتر شده است. درسته که حوثی‌ها اقدامات مهمی انجام میدن که به اصطلاح به کشتیرانی بین‌المللی و فلان آسیب میزنه و اینا، ولی اینها رو میتونن به اصطلاح کنترل بکنن و اینها، ولی جمهوری اسلامی میبینید نفس نمیتونه بکشه. من فکر میکنم که اون سیاستی رو که ما چه خواهیم کرد چه نخواهیم کرد هی پشت سر فلسطین و اینا تشویق میکردند و اینا، حالا کنار گرفتن که خب تماشا میکنن در واقع ماجرا رو. بله، خب از نظر شما قطب بندی ها، خب بالاخره دولت های مهم جهان به اصطلاح از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی بسیار مهم هستش که در چه بلوک بندی قرار میگیرن در رابطه با این جنگ ها، شما این موضوع رو چگونه تحلیل میکنین؟ والله من به نظرم میاد که در این رابطه واقعیت اینه که چین و روسیه میبینید که سیاست هاشون حالا سیاست های انتقادیه از ائتلاف آمریکا و اسرائیل. روسیه توجه داشته باشید که به اسرائیل همیشه مثلا پوتین به حتی به نتانیاهو فلان خیلی نزدیکی هایی داشتند و فلان اینا دیگه، ولی ماجرا اینه که در بین کشورهای عربی و اینها، حتی عربستان سعودی و اینها، چین و به اصطلاح روسیه حالا سعی میکنن که یک بلوکی تشکیل بدن، برخلاف اون دوره جنگ سرد که سوسیالیسم شوروی و چین و اینها وجود داشت و اینا، حالا در واقع جنگ بلوکهای ایدئولوژیک وجود نداره، هر دوتاشون هر عملا سرمایه‌داری های چی هستند، سرمایه‌داری های حتی چین و روسیه خشنتر از سرمایه‌داری های غربی هم هستند دیگه. منتها اینها خب منافع بین المللیشون، مثلا روسیه در اوکراین با آمریکا عملا روبروست دیگه، چین همین الان مثلا بزرگترین شریک اقتصادی امارات متحده عربی حالا چینه، بزرگترین صادر کننده نفت به چین حالا عربستان سعودی فلان اینا. اینا سعی میکنن با اینها کنار بیان و اینها، و به اصطلاح طبیعیه که افکار عمومی عربها رو هم به اصطلاح در نظر میگیرن دیگه، منتها نه به نفع جمهوری اسلامی ها، به ضرر جمهوری، چون دیدید که هم چین و هم روسیه وقتی رفتن در با عربها مذاکره کردن با نماینده های عرب، یکی از اولین کارهایی که کردن
در واقع به اونها پیوستن به امارات متحده عربی که اون سه جزیره کلیدی گذرگاه خلیج فارس، تنگه هرمز و اینها، ابو موسا و تنبه بزرگ و تنبه کوچک، مال به اصلاح چیزه، مال به اصلاح اماراته. این خیلی جالبه دیگه، جمهوری اسلامی هی خودشو نزدیک میکنه به اینها، ولی اونها میدونن که در بلوک عرب ها منافع خیلی کلیدی تری دارن. در واقع جمهوری اسلامی از اینجا رانده، از اونجا مانده شده است در این جریان. و منتها عرب ها مثلا همین الان عربستان سعودی قدرت مانور زیادی داره، چون مثلا نمیتونه دیگه، مثلا درسته که تسلیحات و اینها رو همش رو از آمریکا و اینها میگیره، منتها بزرگترین صادر کننده نفت چین هستش و در واقع خیلی اهمیت داره براشون که رابطه با چین. حتی امارات متحده عربی مثلا اصلا در حوزه های مختلف اقتصادی و اینها با چین قراردادهای خیلی مفصلی بستن، برخلاف ایران که عملا چین حاضر نیست چه چیزهایی بده. من فکر میکنم که دولت‌های اروپایی هم این رو ناگزیر در نظر میگیرن. اینطوری نیست که مثل دوره جنگ سرد، دوره شوروی و اینها مثلا دو تا بلوک ایدئولوژیک وجود داشته باشه که علیه سوسیالیسم و اینا. در واقع بین بلوک‌های سرمایه‌داری مختلف اروپایی‌ها هم نمیتونن به این مسئله کاملا بی‌اعتنا بمونن. حتی خود آمریکا هم نمیتونه به این مسئله بی‌اعتنا بمونه، چون مسئله‌ای که وجود داره فقط مسئله حوثی‌ها نیست. مسئله اینه که آیا اینطوری انکار فلسطین و اینها آسانه، یعنی به این سادگی ها به اصطلاح میشه پیش برد و فلان و اینها، و آمریکا از اون حمایت میکنه. دیدی که بعد از همین حرفهایی که امروز در خبرها بود و اینا که نتانیاهو گفته که ما کشور مستقلی به نام فلسطین رو من قبول ندارم و اینها، بلا فاصله بایدن و اینها اعلام کردن که این حرف ها چی هستش، طبق توافق های بین المللی و اینها کشوری به اصطلاح به نام فلسطین باید وجود داشته باشه، یعنی فلسطین. بعدم که میدونید که بایدن و اینها بعد از این ماجرا مدام چیز کردن که بایستی به اصطلاح فلسطین دو تا کشور وجود داشته باشه، هم اون راه حل دو کشور رو مورد تاکید قرار میده آمریکا. حتی در عمل ممکنه اینو پیش نبرن، ولی ناگزیرن که این ظاهر رو نگه دارن. واقعیت اینه که اروپایی ها و آمریکا حمایت یک جانبه ای رو که از اسرائیل در واقع به عمل آوردن، حالا تناقضات اون رو میبینن در این منطقه، و بنابراین اینه که نمیتونن این رو با کارت سفیدی که به اصلا به اسرائیل داده بودند و فلان ادامه بدن. ناگزیرن فشارهایی رو بر اسرائیل بیارن. اسرائیل ناگزیر هست این رو در نظر بگیره. حالا چه افکار عمومی اسرائیلیا به اصلا به این نتیجه میرسه که به اصلا بایستی با فلسطینیا کنار بیاییم و اینها، اون بسته به اوضاع و احواله. ولی واقعیت اینه که به اصلا اون اسرائیل حالا نقطه قوت سیاست های آمریکا و اروپا در خاورمیانه نیست، بلکه عملا به نقطه ضعف این تبدیل شده و نمیتونه کارت سفید، یعنی تمام سیاست های منطقه‌ای اسرائیل، آمریکا و اروپا را، بلوک مثلا هفت قدرت اون جهانی رو که جستند و فلان و اینا در غرب، همه اینها را مثلا با چیز آی نتانیاهو دست اون کارت سفید داشته باشه که هر کاری میخواد بکن. چنین چیزی امکان نداره دیگه. یعنی اینها ناگزیرن سیاست منافع خودشون رو در نظر بگیرن این کشورها. من فکر میکنم که این بلوک بندی که وجود داشته این نمیتونه به این صورت پیش بره و مسئله فلسطین خودش رو نشون خواهد داد. مخصوصا این جریان هفته اکتبر که باعث شد که در واقع کشتار وسیع، جالا بالای 25 میلیون کشتار هست دیگه در بسلا غزه و در کرانه غربی و حتی در بیت المقدس شرقی و فلان و اینها، چنین کشتارهایی خود افکار عمومی عرب ها رو تحریک میکنه. واقعیت نیست که مثلا ما در تمام دنیا 17-18 میلیون یهودی داریم مثلا، حتی مسلمانان مهاجری که رفتن به
نه فقط از کشورهای عربی بلکه از کشورهای مختلف مسلمان در اتحادیه اروپا حالا هستم، از جمعیت کل یهودی های دنیا بیشترم. دقت بکنید، اینها نمیتونن، خیلی هاشون شهروندهای کشورهای اروپایی هم هستن، کشورهای آمریکایی هم هستن و اینا نمیتونن این وضعیت رو ادامه بدن. بنابراین که در واقع کارت سفید دادن به اسرائیل به تناقض بزرگ سیاست آمریکا تبدیل شده است. من فکر میکنم که این قضیه نمیتونه بیش از حد ادامه داشته باشه. بله آقای شالگونی، شما چشمانداز مبارزات مردم و یا جامعه و یا کلن اون نارامی هایی که مخصوصا در منطقه خاورمیانه هستش، چشمانداز مبارزات رو چگونه میبینی در آینده؟ والا من فکر میکنم که به خاورمیانه بحران بزرگی رو از سر گذرونده و حالا هم بحران بزرگی رو به اصطلاح داره از سر میگذرونه. منتها واقعیت ماجرا اینه که اون اسلامگرایی که در واقع با قدرتگیری جمهوری اسلامی وارد یه فاز جدیدی شد، البته قبل از قدرتگیری خمینی در ایران مثلا در مصر و اینها وجود داشتن جریانهای اسلامی در جاهای دیگه که فعالم بودند، مثلا اخوان المسلمین خیلی قدیمی تره دیگه، هرچند که خود اخوان المسلمین هم از مثلا از یک مدل شبه فاشیستی که فالانجیزم مثلا اسپانیا و فلان تأثیر پذیرفته دیگه، حسن البنا در واقع اون سیستم کتائب و فلان و اینها رو از مثلا اون چیزهای فاشیستای اسپانیا و اینا گرفته بود و اینا قبلا هم وجود داشته. منتها واقعیت ماجرا اینه که در جمهوری اسلام در ایران، کشور بزرگی که مهم بود از نظر اقتصادی و اینها، توجه داشته باشید در اون موقع در خاورمیانه در واقع بزرگترین اقتصاد منطقه ایران بود در قبل از انقلاب سال 57. حالا اینطوری نیست، ولی در اون شرایط واقعیت اینه که با قدرت رسیدن خمینی، اسلامگرایی، بنیادگرایی اسلامی وارد یه فاز جدیدی شد و همه کشورهای به اصطلاح خاورمیانه رو پوشش داد. مثلا حتی همزمان در واقع تازه که قدرت گرفته بودن در ایران ملاها، در خود عربستان سعودی هم یادتون باشه اون بنیادگراها رفتن اصلا مکه رو، اون بیت و کعبه رو تسخیر کردن دیگه، بعدن عربستان سعودی ناگزیر شد که از فرانسوی ها فلان کمک بگیره بیاد اونا رو بکشه فلان و اینا، این داستان ها. این گسترش اسلامگرایی دیگه متوقف شده و این به اصطلاح مخصوصا با بحران جمهوری اسلامی و اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد و کشورهای دیگه، واقعیت اینه که به پایان اسلامگرایی داریم میریم، به اون سمت میریم. نه اینکه همین با یکی دو روز دیگه مثلا قضیه تمام خواهد شد، ولی واقعیت اینه که دولت اسلامی تناقضات خودش رو نشون داده دیگه، به این صورت که به صورت واقعا مردم اگه بخوان نمیدونم دولت اسلامی تشکیل بدن گویا نجات پیدا خواهند کرد از امپریالیسم و فلان، دیده شده که اصلا این بدبختی بیشتری به وجود میاره و فاشیزمی رو به وجود میاره. مخصوصا اون جنبشی که در واقع در ایران شروع شده، من بسیار خوشبین هستم بهش، که دقت بکنید ایران اولین کشوری بود که یک قدرت آخوندی رو به اصطلاح روی کار آورد، در واقع ملایان به اصطلاح اسلامی قدرت رو مستقیما در دست گرفتن که چیز پدیده نادریه دیگه در مثلا چند صد سال گذشته در تمام دنیا، که خود روحانیون مذهب مسلط بیان خودشون حکومت بکنن. ها ایران اولین کشوری بود که چنین چیزی رو تجربه کرد. من فکر میکنم احتمالاً اولین کشوری خواهد بود که به این مسئله پایان خواهد داد. توجه داشته باشید مثلا به جنبش زنان ایران دقت بکنید، این شورشی علیه اسلامگراییه، برابری زن و مرد چیزیه که زنان ایرانی فریاد میزنن اون رو و محدودیت هایی که بر زنان چه یک انقلاب فرهنگی حالا در ایران در حال گسترشه. این در تمام منطقه خودش رو نشون میده، حتی در اروپا، در جاهای دیگه، در آمریکای لاتین هم انعکاس پیدا میکنه. من به نظرم هم چه هستش، ایران احتمالا اولین
کشوری خواهد بود که در واقع جدایی دین از دولت رو که خیلی نادر بوده در خاورمیانه از پایین نه از بالا، مثل ترکیه مثلا کمال آتاتورک اومد از بالا قضیه رو حل و فصل کرد و اینها، در ایران احتمالا از طریق حرکتی که از اعماق جامعه نشأت میگیره این رو پیش خواهد بود. من به نظرم آینده حرکت به اصطلاح غیر مذهبی در خاورمیانه احتمالا از ایران، به احتمال خیلی زیاد از ایران شروع خواهد شد. همین الان هم شروع شده در واقع، این انقلاب فرهنگی که در واقع زنان ایرانی به اصطلاح سازمان میدن این چیز کمی نیست، بایستی توجه داشته باشیم. زحمت کشان ایران هم که خب میبینید دیگه همهشون در حال اعتراض و شورش و اعتصاب و فلان هستن دیگه. یعنی جمهوری اسلامی از لحاظ حتی یکی از این آدمهایی که قبلا از آدمهای خود خامنه‌ای بوده و نصیری رو میشناسه دیگه، میگه که از لحاظ فکری در واقع جمهوری اسلامی فرو ریخته، از لحاظ ذهنی مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی رو اصلا قبول ندارن. این که عملا چطور خواهد ریخت گفت میپوچه که خود براندازه در واقع. جمهوری اسلامی هرچه بیشتر مثلا سرکوب میکنه کار خودش رو خرابتر میکنه و این فروپاشی چیز قطعی خواهد بود. من حالا تحلیل های مختلف هرچه باشه، واقعیت اینه که یک انقلاب فرهنگی در ایران وقتی اتفاق بیفته در تمام منطقه خاورمیانه خودش رو نشون خواهد داد و به نظرم نتایج چشمگیری خواهد داشت. مسئله فلسطین هم نه اینکه مثلا فلسطینیان هم چون مسلمان هم فلان، میدونی که در بخشی از فلسطینیان یا مسیحی هستن، غیر مسلمان هستن، نمیدونم فلان، خیلی هستن، چیزهای مختلفی وجود داره. ولی این مسئله به اصطلاح به عنوان این که یک مستعمره هست در واقع فلسطین در دست اسرائیل به این پایان میده. اینم مسئله مهمیه. کسانی که از آزادی، از حق حاکمیت ملی فلان بهمان دفاع میکنن، مثلا مثلا در کشور ما یک کشور چند ملیتی، ما ها از همه ملیت های ایران دفاع میکنیم که حق دارن که به اصطلاح چیزهای خودشون رو تعیین کنند و اینها، به اصطلاح چند فرهنگی بودن رو در ایران قبول دارن، نمیدونم ملیت‌های مختلف ایران برخلاف سلطنت طلبا فلان که نمیدونم هی تأکید میکنن که ایرانیا برو همهشون مثلا فارس هستند و فلان، اینطوری نیستش. میبینید این یعنی جا افتاده است حالا در ایران. من فکر میکنم که این ماجرا به سرعت شتاب خواهد داد به مسئله به اصطلاح جدایی دین از دولت و خواهناها به اصطلاح حرکت به سمت دموکراسی. هر جدایی دین از دولت ضرورتا به دموکراسی معنا نمیده، ولی مسئله جدایی قطعیه که یکی از دستاوردهای این خواهد بود. مسئله برابری زن و مرد که جمهوری اسلامی در واقع پرچمش اصلا نابرابری زن و مرده، این ضربه بزرگی خورده، اینو دیگه ایرانی جماعت اینو نمیتونن قبول کنن. حتی میبینید زنان محجبه هم در ایران چنین چیزی رو نمیپذیرن. خب طبیعیه در جاهای دیگه هم این خودشون نشون خواهد. من در مجموع فکر میکنم که به سمتی میریم که به خاورمیانه تغییرات بزرگی رو تجربه خواهد کرد. به این امید. خیلی ممنونم آقای محمد رضا شالگونی، تحلیلگر و فعال سیاسی که در برنامه چشمنداز این هفته ما حضور داشتین. من سوالی ندارم و از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. تشکر میکنم. زنده باشید. و اما شما بینندگان گرامی، با تشکر از اینکه تا انتهای این برنامه نیز ما را همراهی کردین، تا دیداری مجدد سلامت و پیروز باشید. بدرود.